شنوندگان رادیو پیام، عرضم به حضورتون که دیروز و امروز تظاهراتی در شهر سنندج در مقابل، در واقع تظاهرات که باید گفت گرده همایی و جمعه اعتراضی عده از خانواده ها و از کارگرین و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای پیگیری به وضعیت پرونده بازداشت شدگان اعضای کمیته هماهنگی مقابل دادگستری شهر سنندج انجام گرفت. در این راستا تنی چند از اعضای خانواده های بازداشتی توانستن با معاون دادستان و نیز با بازپرس پرونده دیدار داشته باشند. من الان این افتخار دارم که در خدمت آقای کوروش بخشنده از فعالین کارگری شهر سنندج باشم. من خدمت شما جناب بخشنده درود میفرستم و تشکر میکنم از اینکه لطف کردی و وقتتو ما دادی تا بتونیم یک گزارش کوتاهی رو از وضعیت دیروز و امروز و در واقع وضعیت کارگران فعال زندانی داشته باشیم. خسته نباشید و سلام به تمام شنوندگان شما. این به صورت دستگیری بعد میگرده به یک روز به 8 مارس مونده بود که دوستان ما و رفقامون در کمیته هماهنگی و اتحادیه آزاد کارگری 6 نفر دستگیر شدن که یکیش وفای فاضلی بود، خالد رکبینی، بهزاد فرزالله، حامد محمود مجاد، علی آزادی و شریف صاحب سنا. اینا رو یک روز به 8 مارس مونده بود دستگیر کردن. این دستگیری هم برمیگرده به اصطلاح به مجمع عمومی که ما در کرج بود. در کرج ما مجمع عمومی از ما خواستن که همگی باید استعفا بدیم و کمیته هماهنگی منحل باید شد. ما اونجا برفقای ما همه مقاومت کردیم در برای مسئله و ایستادگی کردیم و چنین کاری رو انجام ندادیم. بعد میبینیم یعنی بعد از مدتی تو سخز و محباد و بوکان اینا پیشتای کمیته هماهنگی رو دستگیر میکنن و از اونا هم همین فشار بود. اینا میانن که باید استعفا بدید و کمیته هماهنگی رو منحل کنید. ولی اونجا موافق نمیشن. این فرسولی دستگیری ها برمیگردی فشارشو میاره روی به شهر سنندج و میبینی که 5 تا 6 نفر از بچه های کمیته هماهنگی، یکی هم از اتحادیه آزاد کارگری آقای شریف ساعتنه رو دستگیر میکنن و تا امروز حدود 22 روز بود که اینا در برد و در مثلا با دستگاه اطلاعات بسرمیزه به سیو میبسید یه دو روزه. یه دو روز آقای شریف ساعتنه مدتی پیش آزاد شدن به وزیقه فکر کنم 70 میلیون تومان چون رو آزاد کردن. آقای غالب حسینی حدود 21-22 روز پیش اونم دستگیر کردن، الان در بازداشت کرد. این خانواده های به اصطلاح کارگری و دستگیر شده ها اینا به پیشنهاد اونا، به پیشنهاد اونا ما سلسله اعتراضاتی جلو ستاد خبری داشتیم. بعد مرحله دیگه شو آمدیم و در جلوی دادگستری شهر سنندج ما این اعتراضات رو انجام دادیم. چند روز پیش از همه دیروز و پریروز به اصطلاح ما تونستیم و نماینده به اصطلاح دستان خود دستان شهر سنندج آقای جوهری ملاقاتی داشته باشیم که ایشون به ما قول دادن که هر چیز زودتر به پرونده ما رسیدگی میشه و تا امروز به اصطلاح اعتراض ما شدیدتر شد و الان آخری خبری که داریم آقای و چیز خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی، حامد محمود نژاد، علی آزادی رو به وثیقه 50 میلیون تومانی یعنی میشه فردا بگیم اینا آزادن. ولی آقای علی آزادی و خالد حسینی هنوز پرونده‌شون مشخص نیست. اگه سوال دیگه داریم من در خدمتتونم. خواهش میکنم. این پس این دوتا چرا آزاد نشدن؟ پرونده اینا مگر جداست با بقیه اون 4 تنی که الان در زندان هستن؟ این ما هیچ گونه اطلاعاتی از این موضوع نداریم، ولی خب ما فردا دنبال به اصطلاح این مسئله میریم. ولی ما حدود ساعت 1:30 بود که ما اطلاع پیدا کردیم که پرونده اینا به دادگستری برگشته و چنین وثیقه‌ای رو گذاشتن. ولی به اصطلاح این دو تا رو ما فردا صبح متوجه میشیم، یعنی دنبالش پیگیری خواهیم کرد که ببینیم چرا این دو تا پرونده هنوز وضعیتش مشخص نیست. پس قطعا میشه گفتش که حداقل این 4 عزیز فردا آزاد خواهند شد. این خبر خیلی خوشحال کننده ای، تبریک میگم واقعا. این با پشتکار همت شماها باعث شد که این 4 عزیز از زندان در بیان بیرون. بله، من در خدمتتون هستم.
عرب بالا چنین چیزی شده اینا به اصلا ما حالا به این طرف های ما یکم شروع شده نمیدونم چه خبره ولی باید هر در خدمت یه محل فکرات کنید خواهش میکنم. نه من به همین که به حال وقت دادین و این خبر خوب رو به ما دادین سپاسگزارم. به حال امیدواریم که آقای خالد حسینی و علی آزاد هم از زندان آزاد بشن. بعد از این دادن وثیقه بعد جریان به چه شکلی خواهد بود؟ آیا اینها آزاد خواهند بود یا اینکه دوباره باید برگردن؟ نه این دیگه پروندهشون مراحل قانونی خودشون انجام میده. اینا در آینده دوباره دادگاهی میشن که ببینیم چه حکمی اینا به اینا داده میشه. اینا رو به صورت وثیقه آزاد میکنن تا موعد دادگاهیشون باید اینا رو به اصطلاح دادگاهی میکنن. کلا اتهامشون به چی هست؟ به چه اتهام اینا قرار محاکمه بشن؟ بیشتر ما رو به اصطلاح میخوان یکی از احزاب به اصطلاح اپوزیسیون نسبت بدن که مثلا موافق نشدن و چنین چیزی نیست. ولی اینا بیشتر فشار آورده که این کمیته هماهنگی و جنبش کارگری ایران رو تو نطفه خاموش کردن که ما دیدمون بالاتر از اینه. نزدیک انتخابات نزدیک 11 اردیبهشت روز کارگر اینا میخوان به اصطلاح خب شما حتما خبر داری ما هر داری اینجا با هر شیب و هر شکلی 11 اردیبهشت رو برگزار میکنیم. اینا الان این شکلن که نذارن دیگه این حتی به اصطلاح اکسیونی دیگه برگزار هم بشه. اینا دارن پیشگیری میکنن ولی خب با استفادهش موفق نمیشن دیگه جناب. سپاسگزارم آقای بخشنده، براتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم از اینکه وقتتون رو ما دادین تا این به هر حال این گفتگو رو داشته باشیم. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون. میبخشید من یک مرتبه تمرکزم به هم خورد چون این اطراف ما نمیدونم خیلی شلوغ شده ولی من در خدمت اینا تمر بخواستید تماس گیرید و من اخبار روز به شما خواهم داد. قطعا همینطوره، ما با شما دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنون از لطف شما. شاد باشید. قربان شما، وقتتون بخیر. به سلامت.